سران ناتو در نشست بروکسل، نظاره‌گر شعارهای جدید این پیمان نظامی برای سالهای پیش رو، شعارهایی مانند تقویت بازدارندگی در برابر چالش‌های جدید، گسترش تکنولوژی‌های نظامی و مبارزه با تغییرات اقلیمی، تهدید تروریسم و حملات سایبری هم از دیگر نگرانی‌های ناتو عنوان شده‌اند. اما مهمتر از همه اینها قدرتی نوظهور که تقریباً تمامی این رهبران به آن اشاره کردند. China. گسترش روزافزون دامنه فعالیت‌های اقتصادی چین و البته ابر پروژه موسوم به جاده جدید ابریشم برای کنترل بازارهای جهانی به چالشی بزرگ برای کشورهای غربی تبدیل شده، به طوری که کشورهای گروه 7 در نشست اخیر بریتانیا و یک روز قبل از نشست ناتو به چین به خاطر تجارت غیرعادلانه تاختند. تنشی تازه میان شرق و غرب که اقتصاد را به یک مقوله امنیتی تبدیل کرده. ما وارد جنگ سرد جدیدی با چین نمی‌شویم. چین دشمن ما نیست، اما ما باید با چالش‌هایی که از ناحیه چین برای امنیت ما ایجاد شده روبرو شویم. جدا از این موضوع، اعضای ناتو دیدارهای دو جانبه برای تقویت اتحاد داخلی برگزار کردند، مثلا برای ترمیم شکاف میان ترکیه با دیگر اعضای ناتو، شکافی که به خاطر نزدیکی آنکارا به روسیه، حمله ترکیه به کردهای سوریه، همپیمان ائتلاف جنگ علیه داعش و نیز اختلاف با یونان بر سر بهره‌برداری از آب‌های مدیترانه عمیق‌تر هم شده. جدا از این کشمکش‌های داخلی، اعضای ناتو می‌گویند روابط این پیمان با روسیه به سردترین سطح خود در 70 سال گذشته رسیده. ادامه تهدیدات مسکو در مرزهای شرقی اروپا و پافشاری ناتو در گسترش نفوذش بر تنش‌ها افزوده است. اما فعلا چین در صدر برنامه‌های این دور از نشست ناتو قرار دارد، به طوری که ناتو برای اولین بار چین را مانند روسیه به عنوان چالش سیستماتیک و خطر امنیتی برای خود تلقی می‌کند. رویکردی نوین که معادلات بین‌المللی را دگرگون خواهد کرد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.